به شما شنوندگان عزیز. شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید. در این قسمت برنامه کلیسا و شما پخش خواهد شد. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید. سلام بر دوستداران خدا، سلام بر شما حق جویان که حق و حقیقت رو دوست دارید و می خواهید آفریننده خود رو بهتر بشناسید. امروز با یک برنامه دیگه راه زندگی در خدمت شما هستیم تا با همدیگه خداوند رو پرستش و عبادت کنیم. امروز می خواهیم به حضور او بریم و از او بشنویم. مطمئن هستم که در این برنامه عیسی مسیح برای شما دوست عزیز پیغام خاصی داره. لطفاً به کلام خدا توجه کنید. یهوه را سرود تازه بسرایید، ای تمامی زمین خداوند را بسرایید. خداوند را بسرایید و نام او را متبارک خوانید. روز به روز نجات او را اعلام نمایید. در میان امتها جلال او را ذکر کنید و کارهای عجیب او را در جمیع قومها. زیرا خداوند عظیم است و بی نهایت حمید و او مهیب است بر جمیع خدایان. زیرا جمیع خدایان امتها بتایند، لیکن یهوه آسمانها را آفرید. مجد و جلال به حضور وی است و قوت و جمال در قدس وی. خداوند عدالت منی، چون نامت خوانم همراه منی. تو خداوندی که مرد صالح را برافراشته ای، شادی بخشیده ای. بر خداوند توکل نمایم همه آن. بر خداوند توکل نمایم همه آن. تو آن خدای پر ز رحمت هستی، توی پناهم رهاننده ام. در حضور تو کمال خوشی هاست، راحتی من نزدت پا بر جا. بر خداوند توکل نمایم همه آن. بر خداوند توکل نمایم همه آن. آید عدالتش را بنگری، فوق آسمان ها در مقام علا جلوس نموده سلطنت کنم. بر خداوند توکل نمایم همه آن. بر خداوند توکل نمایم همه آن. جمعی کارهای عجیب تو را اعلام خواهم کرد، اعلام خواهم کرد. چقدر مجید است نام قدوس تو، سزاوار هم دو تسبیح هستی. بر خداوند توکل نمایم همه آن. بر خداوند توکل نمایم همه آن.
بر خدا بند توکل نمایم، همه اون بر خدا بند توکل نمایم، همه اون برای این قسمت از برنامه راه زندگی شعر زیبایی رو انتخاب کردیم از اسقف دهقانی تفتی با عنوان دوری و چاره. این شعر اخیراً در یکی از نشریات مسیحی به چاپ رسیده و بسیار جالب و شنیدنی است. جهان در بند اهریمن گرفتار، نکویی با بدی مشغول پیکار، فسادی سخت در دل جا گرفته، فرار از راه یزدان پا گرفته، جهنم زندگی در این لجنزار، خدایا زین معما پرده بردار. اگر مخلوق خود را دوست داری، بیا بنما تو راه رستگاری. به ناگه جنبشی آمد پدیدار، بلرزید آسمان تیره و تار، درخشان نور زیبا در کناره، خدای مهربان کرده است چاره. ز ذات خود مسیحا را فرستاد، که دنیا را نماید از نو آباد، مطیع خود کند دیو تبهکار، حیات تازه‌ای آرد پدیدار. بتابد آفتاب مهربانی، بگردد تازه از نو زندگانی، زمین سرد یک سر گرم گردد، دل چون سنگ جمله نرم گردد. به جای ظلم و بیداد و زلالت، بتابد در جهان نور عدالت. چگونه این عمل انجام گردد؟ شرارت یک سر ناکام گردد، شکست قدرت دیو تبهکار، ندارد چاره‌ای چون سخت پیکار. شکست قدرت دیو تبهکار، ندارد چاره‌ای چون سخت پیکار. در کلیسای مسیح نور خدا بینم، من در آن نور مسیح را به صفا بینم. چهره حق را به سیمای عزیزان در نظر، آه چه نیکوست که بی رنگ و ری بینم. چهره حق را به سیمای عزیزان در نظر، آه چه نیکوست که بی رنگ و ری بینم. در کلیسای مسیح نور خدا بینم، صفا بینم. جلقه روح القدس در چشم یاران دیدنیست، با عجب هنگامی در این سرا بینم. جلقه روح القدس در چشم یاران دیدنیست، با عجب هنگامی در این سهر را بینم.
هستی، نور خدا بینم، من در آن نور مستی را به صفا بینم. در پی مهمود جان عمرم تباه شد بی سمر، جانم حیات تازگی دارد خدایا، حاجت خود را در او اینک را ببینم. در مسیح جانم حیات تازگی دارد خدایا، حاجت خود را در او اینک را ببینم. به نظر شما آیا ما در روزهای آخر دنیا زندگی می‌کنیم؟ آیا به زودی همه چیز تموم میشه و داوری نهایی شروع میشه؟ همکارم حامی اکنون در استودیو هستند تا در همین رابطه با شما صحبت کنند. روزهای آخر عنوان پیغام امروز برنامه ماست. بیایید با هم بشنویم. این روزها هر جا که می‌رویم مردم صحبت از آخرالزمان می‌کنند. در اتوبوس به علت هوای گرمی که شهر را فرا گرفته بود، پیرمردی غرغرکنان می گفت که آخر زمان رسیده. در تاکسی شخصی که مشخص بود از گرانی اجناس دل خونی دارد می گفت که روزای آخر رسیده. شخص محسنی در فامیل که ایام قدیم را به خاطر می آورد، با دیدن صحنه‌هایی در تلویزیون با ناباوری می گفت که آخر زمان شده. شما چه فکر می کنید؟ آیا ما واقعاً به روزهای آخر رسیده ایم؟ آیا به راستی به زودی جهان و هرچه در آن است به پایان می رسد؟ این روزها هر کسی با دلایل و استدلالات خودش می گوید که روزهای آخر است. اما ما امروز می خواهیم با نگاهی به کلام خدا، یعنی کتاب مقدس، ببینیم که آیا به روزهای آخر رسیده ایم یا نه؟ علائم این روزها چیست؟ آیا راه گریزی از آن وجود دارد یا نه؟ و مهمترین مسئله، تکلیف ما در این میان چیست؟ شاید شما نام دانیال نبی را شنیده باشید. او یکی از بزرگترین انبیایی بوده که پیش از مسیح زندگی می‌کرده. هنگامی که دانیال جوان بود، پس از تصرف اورشلیم توسط امپراتوری بابل به شهر بابل برده شد. این شهر در زمان دانیال نبی بی‌نظیرترین شهر جهان به شمار می‌رفت. دانیال بسیار خداپرست بود و به هیچ وجه حاضر نبود عبادت خداوند را ترک کند. به همین دلیل حتی در میان دشمنانش نیز از احترام برخوردار بود. از این رو در دربار پادشاهان بابل به مدارج عالی رسید و به عنوان دوست و مشاور نبوکدنصر پادشاه وقت بابل انتخاب گردید و تا پایان دوره این امپراتوری در دربار بابلیان به سر برد. سرانجام بابل به دست امپراتوری پارس و توسط داریوش مادی سقوط نمود. ولی دانیال مقام خود را حفظ نمود و در دربار داریوش نیز از احترام زیادی برخوردار گردید. مقبره دانیال نبی نیز در شهری در جنوب ایران به نام شوش دانیال قرار گرفته. این نبی بزرگ پیشگویی‌های بسیاری دارد که تماماً در کتابش جمع‌آوری شده است. اما معروف‌ترین پیشگویی‌های او نبوت‌هایی است که راجع به آینده بیان کرده. توجه شما را به قسمت‌هایی از باب 12 این کتاب جلب می‌کنم. در قسمتی از آیه 1 چنین می‌خوانیم: چنان زمان تنگی خواهد شد که از حینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده.
این گفته چندان هم بی ارتباط با عصری که ما در آن زندگی می کنیم نیست. چرا که زجر، عذاب، مصیبت و مرگ از طرق مختلف بر تمام مردم جهان سایه افکنده است. به طوری که شاید تمام فجایع دورانهای گذشته باز بهتر از آن چیزی است که امروزه در جهان شاهد آن هستیم. در آیه 4 در همین باب دانیال این چنین می نویسد: بسیاری به سرعت تردد خواهند نمود و علم افسوده خواهد گردید. اینها نشانه هایی است از زمانهای آخر. جالب نیست؟ توجه داشته باشید که این پیشگویی ها مربوط می شود به 2500 سال پیش. این آیه به طور خاصی به عصر ما اشاره می کند. وسایلی از قبیل قطار، اتومبیل و هواپیما سرعت تردد مردم را بسیار بالا برده و علاوه بر آن این روزها دانش عمومی مردم از طریق روزنامه، مجلات، رادیو، تلویزیون و ماهواره به طرز شگفت‌انگیزی بالا رفته و به قول دانیال علم افسوده گشته. تا قبل از شروع قرن بیستم هیچ وقت سرعت پیشرفت‌های علمی به این صورت نبوده. مهمتر از همه در عصر حاضر بمب‌های هسته‌ای، سلاح‌های کشتار جمعی و همینطور تروریسم چنان ترسی را در دل مردم به وجود آوردند که عملاً ما احساس می‌کنیم در زمان‌های آخر به سر می‌بریم. عصری که عیسی مسیح از آن به عنوان زمان بازگشت خود سخن می‌گوید. آری، عیسی مسیح در انجیل مقدس از آخر زمان به عنوان موقعی یاد می‌کند که او باز خواهد گشت. در انجیل متی باب 24 آیات 7-8 او چنین می‌فرماید: قوم‌ها و ممالک جهان با یکدیگر به ستیز برخواهند خواست. در جای‌های مختلف قحطی و زمین لرزه روی خواهد داد. ولی اینها پیش درآمد بلاهای بعدی است. آیا امروزه دنیا غیر از این است؟ در تمام دنیا جنگ‌ها در جریان است. در عراق، افغانستان، لیبریا و بسیاری نقاط دیگر. در آفریقا قحطی بیداد می‌کند. آیا دلایلی واضح‌تر از این می‌خواهید؟ در آیه 14 مسیح در مورد سرانجام صحبت می‌کند. او می‌گوید: سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن باخبر شدند، آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید. این روزها مژده انجیل از طریق‌های مختلف به گوش مردم می‌رسد و امروز از طریق این رادیوی کوچک به گوش شما شنونده عزیز رسید. مژده پرشکوه انجیل این است که عیسی مسیح 2000 سال قبل به خاطر گناهان من و شما جان خود را بر روی صلیب فدا نمود تا فدیه‌ای شود برای گناهان ما و تا من و شما با ایمان به این کار نجات بخش او صاحب حیات جاودان شویم. در انتهای آیه 1 از باب 12 کتاب دانیال چنین می‌خوانیم: اما هر که از قوم تو اسمش در کتاب خدا نوشته شده باشد رستگار خواهد شد. و بالاخره در اوج این پیشگویی ها عیسی مسیح در مورد بازگشت خود به این جهان چنین می‌گوید: زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیست چنین خواهد بود. و فوراً بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان آسمان فرو ریزند و قوتهای افلاک متزلزل گردد. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع توایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید و فرشتگان خود را با سور بلند آواز فرستاده و برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد. آسمان و زمین زایل خواهد شد لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد. انجیل متی باب 24 آیات 27 29 الی 31 و آیه 35. آری، کلام مسیح زایل نخواهد شد. شنونده عزیز، 2000 سال قبل عیسی مسیح به این دنیا آمد تا گمشده را بجوید و نجات بخشد. پیغام او پیغام محبت خدا برای من و شما بود. این بار بازگشت او که بسیار نزدیک است برای داوری جهان است. داوری که هیچ کس از آن سربلند بیرون نخواهد آمد.
امروز هنوز فرصت دارید تا به این تنها منجی عالم بشریت ایمان آرید و رستگار شوید. سخنانی که امروز با شما در میان گذاشتم موضوع مرگ و زندگی است. موضوع مرگ ابدی و داوری در حضور خدا یا زندگی جاوید و رستگاری با عیسی مسیح. حال شما باید انتخاب نمایید. انتخابی که سرنوشت شما به آن بستگی دارد. من شما را تشویق می کنم که با ایمان به عیسی مسیح سرنوشت خود را تغییر داده و از تباهی و مرگ به سمت نور و زندگی بیایید. اگر تصمیم گرفته اید که عیسی مسیح را پیروی نمایید، اگر می خواهید که نجات یافته با او زندگی کنید، برای شما در این لحظه امیدی است. می توانید با من این دعا را تکرار کرده و عیسی مسیح را در قلب خود بپذیرید. خداوند قدیر و متعال، امروز با شنیدن این برنامه دریافتم که گناهکارم و فرصت بسیار اندکی برای رستگاری و نجات دارم. عمیقاً درک نمودم که اگر بدون نجات عیسی مسیح در حضور تو حاضر شوم، سرانجامم هلاکت است. امروز میپذیرم که عیسی مسیح به خاطر گناهان من نیز جان خود را بر روی صلیب فدا نمود و باعث شد تا امروز من در حضور تو بیگناه محسوب گردم. ای عیسی مسیح، قلب خود را به روی تو میگشایم و تو را دعوت مینمایم تا وارد قلب من شده آنجا را در اختیار خود بگیری. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.
اینجا رادیوی جهانی پارس است. شما می توانید برنامه‌های ما رو در وبسایت persianwordradio.com دنبال کنید.